سلام بر شما. به برنامه صفحه دو خوش آمدید. حسن روحانی برای بار دوم به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد، در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور با ثبات اما نامناسب است و با اینکه برجام در حال اجراست اما انتظاراتی که دولت از آن در حوزه اقتصاد داشت هنوز برآورد نشده است. در حالی که منازعات سیاسی به طور بی‌سابقه افزایش یافته و کشور به سمت دوره‌ای بالقوه پرتلاطم یعنی مسئله انتخاب جانشینی رهبری پیش می‌رود، معنای انتخاب حسن روحانی برای مردم و نظام چیست؟ در یک ساعت آینده این پرسش‌ها را در میان خواهیم گذاشت با مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، و یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک در دانشگاه آکسفورد، و همینطور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، که هر چهار نفر در استودیو با ما هستند. بسیار خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. اگر موافق باشید با این بحث شروع بکنیم که آیا آنچه که دیشب اتفاق افتاد یک رویدادی بود که چارچوب‌های تحلیلی ما رو احیاناً دچار تغییر میکنه در نگاه ما به جامعه ایران، به نظام سیاسی، یا اینکه نه اون تحلیل‌هایی که از پیش داشتیم میتونه توان پاسخگویی یا توضیح نتیجه این انتخابات رو داره؟ حالا هر کدوم از دوستان که فکر میکنن تغییر ایجاد شده شروع بکنن، ممنون خواهم شد. خب من فکر میکنم نه تنها تکلیف رئیس جمهور آینده ایران روشن کرد، تکلیف خیلی چیزا رو روشن کرد. بخشی از اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی که همیشه شرکت در انتخابات رو در واقع با روش تحریم سعی می‌کردند از دستور کار خارج کنن، به نظر میرسه بخشیشون حداقل میپذیرفتن که این دیگه واقعیت جاری است در ایران، بهتره باش همزیستی پیدا کنن، راه بهتری پیدا کنن. تو داخل کشور نتایج به دست اومده اصلا بالکل به نظرم تحلیل‌های طبقاتی رو عوض می‌کنه. من خودم شخصا چنین تحلیل‌هایی داشتم، یعنی نه بزرگ مردم به یارانه سه برابری، نه محکم مردم به پلیس، چیزی نیست که به این سادگی بتونیم فراموشش بکنیم. یادم یک سال پیش توی سوئیس که اون رفراندوم اتفاق افتاد و مردم گفتن نه، چقدر ما حسرت می‌خوردیم که جامعه ما به این سادگی گول خواهد خورد. خب جامعه گول نخورد، از محروم‌ترین مناطق تا تهران. و در خود حاکمیت هم خیلی چیزا رو عوض خواهد کرد، یعنی نشون داد جناح راست با این هیمنه‌ای که درست کرده بود به قول آقای روحانی با اتوبوس آدم می‌آورد و می‌برد، تهش هیچ استراتژی مشخصی نداشت. خیلی از ما به فریب افتاده بودیم که نکنه بعدش واقعا می‌خوان کودتا کنم، با چه هدفی 100 هزار تا آدم می‌برن تو مشهد، حتما می‌خوان مستندی درست کنن بعد بگن آقا ببینید مردم هست. نشون داد واقعا جناح راست ایران سرگشته‌تر از این حرفاییه که ما تصور می‌کنیم. توقعات شما هم از مردم نسبتاً بهبود پیدا کرد، هم از نظام اینطوری که متوجه شده. من مخالفم. من فکر میکنم اتفاقا رهبر جمهوری اسلامی با برنامه این کار رو پیش برد و همه هیاهویی که شده بود راجع به اینی که رئیسی در ممکن انتخاب بشه، در خیابان‌ها درگیری بود، نه اینکه بگم نبود، ولی خیلیش برای این بود که تعداد آرا رو پیش ببر بیشتر کنن، و این کار شد. وقتی که شما فکر کنید که با آینده برگشتن تحریم ها روبرو هستید، آینده خطر جنگ روبرو هستید، وقتی نگاه میکنید به وضع اسفناک عراق و سوریه، خب طبیعی است میرید رای بدید. برای من هیچ تعجب آور نیست، نه درصد کسایی که رفتن رای بدن و نه اینی که ببینید که در انتخابات همه قول‌هایی میدن که انجام نخواهند داد، ولی قول‌های اینها مسخره بود. قول رئیسی عملی شدنی نبود، برای هیچ کس میسر نبود چنین کاری برنامه اقتصادی رو انجام بده. و به نظر من میاد حتی باید شک کنیم که از اول تحلیلی بوده در میان رهبری ولی فقیه به طور مشخص که حتما میخواسته این جناح یا اون جناح پیروز بشه. مسئله اصلی او آوردن مردم به صندوق رای بود و در این رابطه پیروز بوده و قابل پیشبینی بود که پیروز خواهد شد. من فکر میکنم که مهمترین اتفاقی که داره در ایران میفته اینه که نظرم میخوام ایرانی ها یک پختگی سیاسی خیلی خوبی از خودشون
بعد از انقلاب نشون دادن که هر روز این پختگی رو ما بهتر میتونیم ببینیم. کاملا معکوس اون چیزی که خانم بیزر بود. بله، و این پختگی اینه که جامعه انقلابی ایران خلاصه به این نتیجه رسیده که باید از یک طرف ثبات سیاسی در ایران وجود داشته باشه و با به وجود آوردن این ثبات سیاسی آرام آرام پروسه سیاسی رو باز کرد. یعنی اگر امروز در جامعه ما ثبات سیاسی نباشه، با در نظر گرفتن برنامه‌هایی که بعضی از کشورها برای این منطقه دارن که این برنامه به نظر من برای نابودی این منطقه هست، رای دهنده‌های ایرانی اینو خیلی خوب متوجه شدن که ما در شرایط امروز نمی‌خوایم برنامه‌های انقلابی رو بریم جلو. فعلا بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در این انتخابات شرکت بکنیم، هرچند که همه میدونن این انتخابات در یک مرحله کنترل بود، ولی به این نتیجه رسیدن ما باید ثبات سیاسی نداشت. های دکتر اینا داشت که یعنی هیچ نامزدی برنامه انقلابی داشتن؟ من نه، برنامه منظور من که جامعه انقلابی، نه کسی برنامه انقلابی داشته باشه. خیلی ها صحبت از این میکردن که ایدئال انقلاب اسلامی باشه. نکته من اینه که این ثبات ما برای اولین بار من میبینم در جامعه ایران، یعنی جامعه‌ای که دیگه قبول نداره ما باید بریم و تون انقلاب بکنیم. دورانی که من فعالیت سیاسی میکردم قبل از انقلاب، من یادمه مسئله سرنگونی بود که آقا ما چطوری میتونیم این سیستم رو در ایران از بین ببریم. نکته من اینه که یک پختگی سیاسی تو ایران به وجود اومده که نه فقط اون کار ما نمیتونیم بکنیم، باید یک بالانسی بین ثبات سیاسی و باز کردن پروسه سیاسی در ایران به وجود بیاد، و این به نظر من قدم اول برای مردم سالاری. من با شما کاملا موافق هستم از این نظر که مردم ایران به هر حال تجربه سیاسی بسیار سرشاری دارن از مشروطه به این طرف، و خب این حافظه زنده است و سعی میکنن از اون بیاموزن. ولی فکر می‌کنم تاریخ این پختگی رو، نقطه عطفش رو باید برد دوم خرداد. یعنی دوم خرداد زمانی بود که مردم تصمیم گرفتن که با شرکت در انتخابات و رأی بالا به آقای خاتمی در حقیقت نشون بدن که خواسته‌هاشون چیه، و اون چیزی که آقای ناطق نوری نمایندگی می‌کرد اون رو نمی‌پسندیدن. منتها این داستان بعد از دوران آقای احمدی نژاد تفاوت می‌کنه. به نظر من انتخاب آقای، یعنی شرکت بالای مردم در انتخابات و رأی به آقای روحانی، چه در دوره قبل چه در دوره الان، نشون دهنده شکست پروژه اصلاحات هست. یعنی اینکه معلوم شد که مردم ایران که انقلاب نمیخوان، هیچ، یعنی منظورم که بخش عمده مردم ایران طالب انقلاب نیستن به دلایل مختلفی، که اینکه همین 40 سال پیش انقلاب کردن، یعنی در عرض 40 سال نمیشه دو تا انقلاب بکنی. بعد خود اون پیامدهای انقلاب و بعد 8 سال جنگ، مسئله یعنی دو منبع مهم خشونت که انقلاب و جنگ هست، و مردم ایران با پوست و گوشت و استخوانشان حس کردن و تاوان بسیار سنگینی دادن. از این طرف اومدن دنبال اصلاح و اصلاحات، منتها اصلاحات سرکوب شد، اصلاحات از جنبه های گوناگونی ناکام گذاشته شد، و بعد حاصلش آقای احمدی نژاد شد. در جریان 88 در حقیقت مردم باز به اعتراض به این سیاست‌های دولت و به اصطلاح حمایت اون بدنه سخت حکومت از آقای احمدی نژاد آمدن در خیابان، و باز هم طالب این بودن که از طریق مسالمت‌آمیز بدون خشونت، چون ما می‌دونیم که هیچ کس از جنبش سبز دست به اسلحه نبود، تمام این جنبش مسالمت‌آمیز بود، اما برخورد با این جنبش خشونت‌آمیز بود. پس ما بعد اینا مقارن شد با تحریم‌های بی سابقه بر ایران، و همینطور سایه خطر جنگ بر ایران افتاد. بعد بهار عربی به وجود آمد. بهار عربی هم به سرعت به یک تراژدی‌های خیلی بد منتهی شد، از جمله مثلا در سوریه. خب یک ایرانی که آرمانش ساختن یک ایران آباد و آزاد و متصل به دنیا و یک عضو عادی جامعه بین‌الملل هست، در این شرایط چه فکر میکرد؟ مهمترین چیز براش این بود که شما اقتصاد اگر نجات ندین، اقتصاد در یک وضعیت بحرانی زمان آقای احمدی نژاد، با مذاکرات هسته‌ای
و اگر شما امنیت ایران رو تضمین نکنید، جایی برای دموکراسی و حقوق بشر دیگه نخواهد موند. بنابراین اولویت تغییر کرد. یعنی اگر در دوم خرداد مردم اولویتشون دموکراسی بود، جامعه مدنی بود، در زمان آقای روحانی اصلا اولویت اینا نبود. اولویت این بود که برنامه مذاکرات هسته‌ای به خوبی پیش بره تا در درجه اول خطر جنگ از بین بره، در درجه دوم اقتصاد دوباره جون به بدنش برگرده. ولی ببینید مسئله این که اصلاحگرا در ایران تضعیف شدن، من با شما بحثی ندارم، ولی این فرق داره با اینکه اصلاحگری در ایران از بین رفته. اون از بین نرفته. و به نظر من پروژه ایناست در. و به نظر من مهمترین اتفاقی که توی 10-15 سال اخیر توی ایران افتاده حل مسئله اتمی ایرانه، که این اصلاح طلبیه. برای خاطر این که تا قبل، دوران قبل، ایران داشت راه خودش رو میرفت، صحبت از این نمیکرد که حاضر با آمریکا بشینه مذاکره کنه. از این اصلاحگری دیگه مهمتر چی میتونه باشه؟ بنابراین من فکر میکنم اصلاحگرها پروژهشون شکست خورده، اصلاحگری شکست نخورده. در آقای کدومش نیست؟ آقای خلجی یه طوری حرف میزنه، میگه مردم اصلاحات میخواستن بکنن. نگار مثلا علی آقا و اصغر آقا همچنان که قرار میذارن میخوان برن 13 به 10، شب تصمیم گرفتن که آقا بریم به سمت اصلاحات. گام اول اصلاحات مدنی، گام دوم تغییر مقررات پارلمان. اینطوری نیست. مردم رأی میدند. این نگاه مقدس مآبانه به مردم خیلی شیک هم هستش و خیلی پوپولیستیه. این نخبگانند که به توافق میرسن، سرش به تفاهم میرسن. تجربه آمریکای لاتین نشون داده هر 20 کشوری که به سمت دموکراسی رفتن، توش نخبگان با جناهای مختلف با هم به توافق رسیدن سر یک پروژه، مردم رو دعوت کردن. مثل ماجرای امروز آقای روحانی، از چپ کمونیست کارگری توش بود تا راست ملی‌گرا. سال 1976 نخبگان به این نتیجه رسیدند که باید فضای سیاسی رو باز کنیم. دلیلش رو همون میدونیم، دوران هاشمی، رفسنجانی، جنگ، غیره، کشور داشت خفه میشد. یادتون هست که هنرمندا شعارشون بود که او آمد خاتمی رو میگفته، او آمد پرده و پر بکشایید. ما دانشجو بودیم، پرده و پر داشتیم میکشاییدیم. این پروژه شکست خورد. چرا؟ دوباره نه مردم کاری کردن، نه دست قبل. جناح آیت الله خامنه ای، جناح اصولگرا، بعد از 2 سال در کما بودن به خودش رسید، قتل‌های زنجیره‌ای، اقدامات بعدی دیگه باز تاریخ رو نمیخوام مرور کنیم، تا پروژه شکست خورد. رسید به سال 1384، مردم اشتباه کردن. میگم پروژه نیست که رو دوش مردم، مردم و نخبگان اشتباه کردن. یکی از کمترین میزان مشارکت تاریخ ایران انتخابات 1384. دور اول رو نگاه کنیم، بچه‌ها، دور دوم بوده 60-61%. محمود احمدی نژاد کشور بعدا با 800 میلیارد دلار به ویرانی کشون، با 60 خورده درصد در واقع تو اون مشارکت، با 17 خورده میلیون، درصدش مطمئن نیستم، با 17 خورده میلیون شد رئیس جمهور. حالا این ماجرا ما داریم، کشور ویران شد. سال 1392 آقای دکتر، نه اصلاحات شکست خورد، نه مردم پشیمون شدن، اولویت عوض شد. نخبگان حول پروژه مشترکی به توافق رسیدن. پروژه دو بُعد داشت: یک، نجات ایران، دو، عقب راندن راست افراطی که تا پشت در خونه های اتاق خواب مردم آمده بود. برای من پروژه دو تا بود. این که میبینید رفتن به سمت هسته پروژه نجات ایران بود. نخبگان تصمیم گرفتن حاکمیت، فشار مردم رو به جای رسوندنش. و بعد حاکمیت در واقع جناح افراطی، سپاهی که تا اون مرحله اومده بود، خواستن عقب برونش. بنابراین من فکر میکنم پروژه در سطح نخبگان بوده، حاصل توافق نخبگان بوده، هیچ چیزی هم شکست نخورده. راست افراطی خب سختجانی کرده و قدرت مشکل خانمه. اینه که مشکل اینه که استدلال کوتاه‌تر من میشه. ضعف اصلاح طلبان در اون حاکمیت در ایران دقیقاً اینه که فقط در میان نخبگان هستند. یعنی این حرکت از اولش با برنامه، با یه فکری شروع شده، یه جنبشی از پایین فشار نیاورده که این رفرم صورت بگیره. جنبش از پایین، من نمیگم انقلابیان، ولی از حرکت اونها نبوده. به این دلیل که محدودیت هایی داره. محدودیت اصلیش اینه که حتی وقتی سرکوب میشه نمیتونه به مردم برگرده، مجبوره به ولی فقیه برگرده. حتی در اوج سرکوب شدنش در سال 88 نگاهش به بالاست، به پایین نیست. و طبیعی است، من کاملا موافقم که شرایط منطقه ایجاب میکنه مردم دنبال این باشند که ثبات نسبی کسب بکنم. واضح تر از اون، دارو میخوان، داروی تحریم نشده میخوان. واضح تر از این، بیشتر از این خواستی نیست. ولی این فرق داره با این که فکر کنیم این نخبگان واقعا آینده این حرکت رو میتونن پیش ببرن. چرا که بنبستی که در این 3-4 دوره داشتن خب باز هم خواهند داشت، به قولهایی که دادند نخواهند تونست عمل کنند.
به نوعی که برخورد کردند با ارگان‌های سرکوب در رابطه با زندان، در رابطه با شکنج، قتل‌ها غیره، نخواهند تونست ادامه بدن. ولی امکان داره، من پیش بینی می‌کنم ممکنه 4 سال دیگه هم اگه اوضاع دنیا همین جور باشه دوباره انتخاب بشن. ببینید، حتی تو سیستم آمریکا که یه سیستم دموکراسیه، قدیمی‌ترین سیستم دموکراسی دنیا داره، شما نگاه کنید قولایی که کاندیدای رئیس جمهور میدن چقدر چی میگن، و بعد موقعی که به قدرت میرسن چند درصدش رو انجام میدن. من به شما قول میدم اگر شما نگاه کنید بعد از جنگ جهانی دوم، یه چیزی کمتر از 50-60% قولایی که دادن انجام تونستن بدن. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم چون یه عده آمدن و گفتن ما میخوایم یه سری تغییرات تو ایران به وجود بیاریم، فردا ایران تغییر پیدا بکنه. شما نمیتونید ثبات سیاسی داشته باشید و تغییرات تونتون در جامعه به وجود بیارید. ما جامعهمون باید قبول بکنه که بعد از تجربه‌ای که ما از انقلاب داشتیم، بعد از اتفاقاتی که بعد از انقلاب مشروطه افتاد، ما باید آرام آرام به طرف مردم سالاری بریم. هر چقدر این پروسه تندتر بشه، به نظر من ما یه قدم جلو میریم، بعد 10 قدم برمیگردیم به عقب. یه مقدار اگه بریم به سمت چالش‌هایی که شما بفرمایید صحبتتون رو، ولی بحث رو ببریم به سمت چالش‌هایی که آقای روحانی خواهد داشت، سیاسی و اقتصادی. دو تا نکته رو بگم راجع به صحبت‌های آقای مهدوی. یکی این که نخبگان مردم رو هدایت می‌کنن، همه جای دنیا همینطوره، همون که آقای دکتر میلانی گفتن در آمریکا هم همینطوره. مردم عادی که فرصت ندارن که بیان راجع به مسائل مختلف فکر کنن، برنامه‌ریزی کنن، اما زمانی که نخبگان ماشون صحبت میکنن، خب افراد مختلف صحبت میکنن، اونها یک آدم شهروند معمولی گوش میده، حرفا رو میسنجه و بعد تا روز انتخابات تصمیم میگیره. یعنی ما نباید مردم رو منفعل احساس کنیم که اینا یک کسانی هستن که مقلدن و تقلید میکنن از فلان کس. اینطور نیست. حداقل در مورد آقای خاتمی نشون دادن مردم اونجایی که معترض بودن اعتراضشون رو به خود آقای خاتمی هم نشون دادن. من مردم رو منفعل نمیدونم. و در دوره آقای 76 بسیار مهم بود، به دلیل اینکه آقای خاتمی به هیچ وجه هیچ وعده اقتصادی توی تبلیغاتش نداشت. یعنی به مردم نگفت من نونتون رو بیشتر میکنم، آبتون رو بیشتر. آقای رفسنجانی خودش نماد این بود که داره مملکت از نظر اقتصادی روی دنیا باز میکنه. اصلا نمیشد در قابل رقابت با آقای رفسنجانی از نظر اقتصادی نبود. وعده هایی که آقای خاتمی داد و در حقیقت با یک شبکه رسمی تبلیغات جمهوری اسلامی مبارزه کرد، به نظر من روی دوش مردم بود. و این وعده ها وعده هایی بودن همه از جنس وعده هایی که برای توسعه سیاسی میشه داشت، و مردم به خاطر این رأی دادن. یعنی اون کسانی که با آقای خاتمی رأی دادن، رأی ندادن که آبنونشون بهتر بشه. ولی وقتی که میایم راجع به برنامه هسته‌ای، ببینید راجع به برنامه هسته‌ای ما هممون میدونیم، آقای دکتر صالحی مصاحبه کردن مفصل گفتن، آقای عراقچی مصاحبه کردن مفصل گفتن، در مطبوعات آمریکا و جاهای دیگه مفصل نوشتن که از سال 2011 در حقیقت بعد از اینکه تحریم ها بیشتر میشه، تهدید جنگ زیاد میشه، ایران شروع میکنه به اینکه ببینید چه جوری هم این و آقای اوباما وقتی میاد سر کار نامه مینویسه به آقای خامنه‌ای و این امکان ارتباط برقرار میشه، و آقای خامنه‌ای هم دستور میدن که اگر غربی ها و آمریکایی ها مسئله تعلیق غنی سازی رو کنار بگذارن، از ما نخوان که ما تعلیق کنیم، ما میتونیم فکر کنیم به مذاکره. و بعد در طی یک فرایند بسیار آرام و محرمانه این کار انجام میشه. آقای احمدی نژاد در کنفرانسی، یکی از کنفرانس های خبری اخیرش، گفت من در 2-3 سال اخیر اصلا در زمینه مسئله هسته ای هیچ گونه اختیاراتی نداشتم. یعنی این از یک کانال آقای صالحی انجام میشد. و بعدم آقای ظریف یه مصاحبه من ازشون گوش کردم در که در یوتیوب هست، ایشون گفتن که اگر ما هم نبودیم سال 92 مذاکرات انجام شد، منتها به خوبی که ما انجام دادیم انجام نمیشد. یعنی ممکن بود که انجام شه و مثلا به نتیجه نرسه. و قطعا هیچ بحثی نیست در این که آقای ظریف، تیمی که آقای روحانی داشت، اینها مذاکره کننده های قوی هستن، و شاید بشه با اطمینان گفت که ما در ایران دیپلمات هایی به این مهارت نداریم که بخوان همچین پروژه بزرگی رو پیش ببرن. ولی این جایی بود که مردم با حکومت به این نقطه مشترک رسیدن. یعنی وقتی مسئله امنیت و مسئله اقتصاد به یک نقطه بسیار بسیار حساس رسید، طبیعتاً برای جمهوری اسلامی هم امنیت مهم بود،
هم اقتصاد مهم بود، برای مردم هم امنیت مهم شد، اقتصاد مهم شد. اومدن آقای روحانی رو به عنوان یک وجه مشترک دغدغه های مردم و حکومت، به عنوان کسی که میتونه با اون کلید معروف خودش این دغدغه‌ها رو، شاید بشه گفت 96 هم به یک معنا همین هست، یعنی این در واقع تلاقی این دو اراده است، ولی برجام الان انجام شده، داره اجرا هم میشه، حالا علارغم بالا پایین اکثر، ولی چشم‌اندازی نیست که فکر کنیم احتمالاً دوچاره مخاطره جدی هست. منتها روی سفره مردم به قول حالا خود سیاستمدارا استفاده بکنه الفاظی که هست، یعنی وضعیت اقتصادی مردم اتفاقی نیفتاده براش، ما در 4 سال آینده چگونه میبینیم؟ آیا وضعیت اقتصادی امروز ایران وعده هایی که آقای روحانی داده، ما اصلا کاری نداریم که چه وعده هایی داده جه. ولی فکر میکنید مثلا 10% 20% امکان بهتر شدنش وجود داره این وضعیت اقتصادی؟ من بعید میدونم به چند دلیل. اجازه بدید دوستان دیگرم ببینم بعد دلایلش رو بشنویم. شما فکر میکنید تردید بهتر خواهد شد؟ چطور میتونید مثبت اندیشو بذارید کنار؟ شما بانک جهانی معتقده که رشد اقتصادی ایران بین 5-7% در چند سال آینده خواهد بود و به نظر من هم وضع اقتصادی ایران در این چند سال آینده بهتر خواهد شد. این به طور مشروط، یعنی که اگر قوانینی که مربوط به پولشویی هست بانک های ایران همه رعایت بکنن، در حقیقت بانک های ایران تمام آیین نامه های بین المللی و مقرراتی که در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم هست رعایت بکنن، ارتباط های بانکی ایران با خارج از ایران به صورت نرمال، به صورت عادی برخواهد گشت، چون تا این موانع بانکی درست وجود داره اصلا گردش درست پول ناممکنه. و یک نکته بعد اینکه در منطقه چه اتفاقی میفته، هر اتفاقی در منطقه میتونه جهانی خیلی جالبه که عربستان سعودی رو کاری نداره و واضحه همه میدونن که کشورهای منطقه چه کمکی دارن به جریانهای اسلامی افراطی میکنن. این بحث بانک جهانی به کنار، دو مشکل اساسی هست. یکیش اینه که دولت ترامپ، حالا اگه عوض بشه و امکانش هست که عوض بشه، ولی دولت ترامپ تصمیمش رو گرفته، رفته پی اتحادی، الان کجاست؟ عربستان سعودی. ائتلافی از عربستان سعودی، اسرائیل و کشورهای منطقه رو بر علیه ایران بسیج کرده. خیلی از تحریم هایی که باقی مونده تحریم های سال 57 به بعده، ربطی به مسئله اتمی نداشت، شروعش سال 57 بوده، 58 بخواه شروعش 57 هم بوده. مسئله اصلی اون تحریم ها اون چیزیست که ترامپ به خاطرش اومده رئیس جمهور شده، میگه من میخوام امریکا رو بزرگ کنم. بی احترامی که جمهوری خواهان در ایالات متحده بر حافظه تاریخیشون هست، انقلاب بهمنه و سرنگونی متحدشون در منطقه و مسئله گروگانگیری. بنن مسئله اصلیش مسئله گروگانگیری، تاریخش مفصل. اینها فعلا در رابطه با اینها نمیشه دید که اون برنامه سیاسی که زمین ساز تغییر اقتصادی باشه، یعنی با تحریم های ایالات متحده غیر اتمیش برداشته بشه. به بهبود وضعیت اقتصادی ایران چه امیدوار نیستید؟ یک، به خاطر سیاست آمریکا، و دومیش به خاطر فساد در درون حاکمیت. ببینید رئیسی خودش درگیر فساده، ولی در اینی که دوره های مختلف حکومت اصلاح طلبی در ایران و نوع اقتصاد نئولیبرالی که پیش بردن که متفاوت نیست با کره جنوبی، من نمیگم متفاوت با مصر، چون اونجا هم خصوصی سازی خودمانی سازی بوده، بی خود وارد اون بحث نشیم، ولی فسادی که ایجاد کرده فساد عمیقی است، بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران بحث فلجه. فساد رو هم عامل دیگری همین دوتا. دو تا بحث چالش سیاست خارجی و فساد. من اگه میشه فقط این نکته میخوام در رابطه با مسئله اتمی ایران بگم، فقط هی بتونیم برنگردیم خیلی تون و این اینه که ما در رابطه با آقای روحانی صحبت میکنیم، آقای ظریف بسیار تیم عالی بود، ولی اگر اون طرف قضیه رو نگاه نکنیم ما عکس کاملی از این نداریم. یعنی آقای اوباما یه رئیس جمهور استثنایی آمریکا بود و آقای کری هم یک وزیر امور خارجه استثنایی بود. این 4 نفر تونستن این مذاکرات رو به جلو ببرن و من جدی معتقدم که اگر آقای روحانی انتخاب نمی شد
مذاکرات میرفت جلو ولی با شکست روبرو بشه. اشاره کردن که چه بسا بله نمیشه. ولی حالا برگردیم به بحث چالش اقتصادی. شما گفتید که وضعیت اقتصادی ایران بهتر قطعاً خواهد شد. اون چه که ما از دولت آقای روحانی شنیدیم در ماه گذشته بحث این بود که جذب سرمایه گذاری خارجی سال 60 میلیارد دلار می‌بینیم که مطلقاً چنین اتفاقی نیفتاده و احتمالاً اگر این اصلاحاتی که حالا در حوزه بانکی جاهای دیگه میشه گفت انجام نشه این اتفاق نخواهد افتاد. یه زمانی آقای روحانی صحبت از برجام دو کرد، حالا شاید همین بحث باشه که اگر تیم آقای روحانی نبود برجام یک نمیشد، چه بسا این رو هم توان داشته باشه. ولی فکر میکنید که آیا اگر اون حالا برجام دو یعنی گشایش در داخل کشور، اصلاحات در داخل ها را از فساد گرفته تا نظام بانکی نشه، شما کماکان فکر میکنید که قطعا وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد؟ بله بله، من راجع به این باید توضیح بدم. یه بخش بزرگی البته از مشکلات فعلی اقتصادی ما صحبت از معجزه نیست، ناشی از ناکارآمدی همون فساد گسترده که باز بیشترش محصول دوران احمدی نژاد هرچند ساختاری است و ایناست. به خودی خود برطرف کردن اینها به خودی خود دولت تکنوکرات میتونه اوضاع رو بهتر ببخشه، بهتر بکنه. البته حتی معجزه اقتصادی نیست، خیلی هم بزرگ نیست. اونی که من میگم بهتر خواهد شد و دل بستم بهش، ما دوچار مشکلات ساختاری جدی هستیم. مثلا بحث درون ساخت اقتصادی نیست، کشور دچار پارادوکسه، مسائلی باید حل بشه. تا این مسائل حل نشه نه اقتصاد نه سیاست خارجی هیچ چیز ما عوض نخواهد شد. بالاخره تکلیف اون در موقع حزب الله لبنان باید روشن بشه، در موقع موشکی بالاخره باید روشن بشه، در مورد رابطه با آمریکا و اینجور بحران های بالقوه سیاست خارجی اینا روشن نشه، فکر میکنید وضعیت اقتصادی ایران بالقوه اگر نشه باشه ممکنه حتی به تنش بیشتر هم برسه؟ خب حالا پرسش این آقای روحانی توان حل حزب الله لبنان رو داره، سوریه رو داره، نمیدونم موشکی رو داره؟ فکر می‌کنم به غیر از حزب الله لبنان توان حل بقیه رو داره. بله، در مورد کاری که در مورد برجام کرد، خب من با آقای خلجی بخوام وارد بحث بشم بر جلسه از دست میره. کاری که آقای روحانی کرد اصلا اینطوری نبود. یه حرف آقای خامنه‌ای رو حجت نگیرید، یه حرف خامنه‌ای رو حجت نگیرید که اگر این نبود ما مذاکرات شروع میشد دو سال قبلش، نمیدونم صالحی در قطر شروع کرده. این صحبت شد، این بحث مطرح شد. کار تخصصی خود حسن روحانی و اون تیم بود و گفتن دیگه کار بسیار بزرگ، اون الگو قابل تکرار در مورد موشکی همونطور که راجعش صحبت کرد گفت آقای روحانی وعده زیادی نداده. شما درباره هسته‌ای با آمریکایی‌ها مذاکره می‌کنید، درباره موشکی باید با سپاه مذاکره کنید، درباره نمی‌دونم حزب الله باید شما باید با سپاه صحبت کالای الکتریک مال سپاه بود بخش. اصلا این بحث پی ام دی که میگن پسیبل ابعاد نظامی احتمالی، بخش بزرگش از لویزان تا جنگل آمازون می‌دونی شدنی حزب الله میشه حل کرد. حزب الله نگفتم، موشکی بله موشکی. در نظر من حل حزب الله آخرین مسئله‌ایه که ایران حاضر مذاکره بکنه. برای چقدر ربط داره به بحث اینکه وضعیت اقتصادی ایران یعنی به این داستان؟ ربط داره، ولی ببینید اینکه وضع اقتصادی بهتر میشه خیلی فرق داره با اینکه پتانسیل ایران برای بهتر شدن چقدره. ما باید فکر اون پتانسیل باشیم. ما ایران امروز از کشورهای عربی خلیج فارس عقب افتادیم، از ترکیه عقب افتادیم و دلیلش به خاطر سیاست‌های به نظر من اشتباه منطقه‌ایه که ما داریم. من حرف شما رو کاملاً باهاش اعتقاد دارم، مسئله موشکی باید حل بشه، ولی از اون مهمتر ما مسئله رو باید با آمریکا یه طوری حل و فصل کنیم و ایران باید برنامه‌های خودش رو در رابطه با اسرائیل دوباره به اسرائیل یعنی ریتیو که آقای روحانی وعده‌ای داد که گفت من تحریم‌های غیر هسته‌ای رو هم حل خواهم کرد، خواهد تونست با اجازه آقای خامنه‌ای درسته ولی به هر حال وعده است دیگه. بله، یعنی حرف اشتباهی نزده. اگرم نشه خب مقام معظم رهبری رأی نده، همونطور که آقای رفسنجانی چندین بار گفت که من حاضر واسهتون اجازه مقام معظم رهبری مهمه یا حل شدن مسئله؟ بر من تحلیل واقعیت مهم. در مورد آقای رفسنجانی چندین بار گفت که من حاضرم مسئله عربستان رو حل بکنم اگر بگذارند. این یعنی چی؟ یعنی که امکانش وجود داشته، ارتباطاتی بوده، میتونستن برن و این نگذارن این تنش به حد بالا برسه. نکته مهم الان اینه که یک رئیس جمهوری در آمریکا بر سر کار هست که واقعا غیر قابل پیش بینی است و سیاست مشخصی در زمینه سیاست خارجی نداره. این باعث میشه که ما ندونیم اصلا در منطقه مثلا با روسیه چه خواهد کرد. با عربستان خب الان خوبه، منتها خب خیلی حرفای دیگه زده، سیاستای دیگه داره که باز با این چیزا سازگار نیست.
و با ترکیه چه خواهد کرد، با کردها چه خواهد کرد، و بعد راجع به ایران اگه بخوایم همین همه اینا با هم مربوطه. یعنی اینکه البته از یک جهت من به شما بگم که خیلی خوب هست که رابطه آمریکا با عربستان خوب باشه. یعنی عربستان یک کشوری است که نیاز داره به اینکه اطمینان داده بشه که شما مشکلی ندارید، میدونید، بخاطر اینکه عربستان نمیتونه خودش از خودش محافظت کنه. این نوعی که در یمن جنگیدن معلوم شد چقدر آماتورن. اینها ایران روی خطر میدونن. اگر فکر کنن که آمریکایی‌ها حمایتشون میکنن و اینا خیالشون راحت باشه، بنابراین با ایران مستقیم درگیر نمیشن. همون سیاست سنتی قدیمی عربستان میاد، یعنی که ما با ایران رابطه‌مون اوکی هست، باشون درگیر نداریم، یه نفر دیگه هست مواظب ماست. اگر احساس کنن که آمریکا ازشون حمایت نمیکنه، اون وقت همون اتفاقی میفته که همین چند سال اخیر دیدیم. اونها از آقای اوباما ناامید بودن و در نتیجه فکر کردن خودشون باید در مقابل ایران وایسن و این تنش رو در منطقه افزایش میده. مسئله سوریه، همه این مسائل اگر به نحوی حل بشه که تنش زا نباشه، به نظر من همین روندی که الان هست پیش بره، اقتصاد ایران روزهای بهتری رو خواهد دید. یعنی در همین 4 سال اگر ما به تنش‌های غیر قابل پیش بینی در منطقه فکر نکنیم. یه بحث دیگر، حالا وعده‌های سیاسی رو شما گفتید که یه نوع اشاره کرد به سال تحریم‌ها، تحریم‌هایی که مربوط به حمایت ایران از تروریسم، اینها باید سببش از بین بره. سببش چی هست؟ اینکه اصلا سیاست خارجی، سیاست منطقه ایران باید بالکل عوض بشه. در واقع صحبت همینه، یعنی بحث اینه که آیا رفتار ایران دچار تغییر خواهد شد. مشکل اینه که چه ترامپ سیاستش عوض بشه در مورد خیلی از کشورها، چه نشه، چه حتی اگه ترامپ بره، رابطه ایالات متحده و اسرائیل رابطه غیر قابل شکستن. و در این رابطه است که من شدیداً مخالف حزب الله هم و مدافعان حزب الله، ولی منطقی هست برای کمک رسوندن به حزب الله، و اون منطق اینه که اگر اسرائیل ایران رو بمباران بکنه، که همیشه بوده روی بحث، در اصل نمیشه منکر شد، تنها دفاع جمهوری اسلامی حزب اللهشه، یعنی هیچ کی دیگر رو نداره، و در نتیجه منطقی پشت این قضیه است. این سیاست خارجی رو ما نمیتونیم جدا کنیم از روابط ایالات متحده با اسرائیل. به عکس این داستان، یعنی که جمهوری اسلامی اول شروع کرده ضد مخالفت با اسرائیل رو جز اصول سیاست خارجی خودش قرار داده و طبیعتاً بعدم یک اقداماتی کرده، از جمله اینکه مثلا موشک درست کنی و روش بنویسی اسرائیل بعد نابود بشه، ایران خودش رو تبدیل کرده به تهدید علیه اسرائیل، در حالی که هیچ دلیلی نداره. ایران یک کشوری است که در منطقه میتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه بدون اینکه به هیچ وجه یک دشمنی فعال، من نمیدونم بنده رابطه‌شون با ایران، یک ایران از اسرائیل اسلحه خرید، در نتیجه این تمایل اگر لازم باشه اون سازش رو هم من فکر میکنم که برگشتن به سیاست محمد رضا شاه پهلوی در زمینه اسرائیل هم ممکنه هم معقوله. ما لازم نیست که با اسرائیل روابطمون رو حتی عادی کنیم، جمهوری اسلامی من عادی میکنم. ریشه در واقع حالا تنش یه چیزه، ممکنه به لحاظ تاریخی یه تنشی یه جایی، هر تنشی بالاخره یه جایی ریشه داره، ولی امروز بعد از 30 سال 40 سال نمیدونم 1000 سال دیگه ماهیت دیگری پیدا میکنه. صحبت من این هست که آیا رفتار ایران دچار تغییر خواهد شد؟ آقای روحانی این توان رو داره تغییر بده این رفتار رو؟ ببینید من در مورد بله فرمودید، من فکر میکنم بستگی داره که آمریکا حاضر بشه با ایران مذاکره کنه. ببینید ایران آمریکا که حاضر بود که من فکر نمیکنم دوره آقای اوباما خب بحثی بود دیگه، ولی ایران حاضره به مذاکره در غیر از مسئله هسته‌ای نشد. من فکر نمیکنم، من فکر میکنم که در دوران آقای اوباما تصمیمی که اوباما به درستی گرفت، وقتی میفرمایید که اگر آمریکا حاضر بشه، بر من اینطور میفهمم که یعنی ایران حاضر هست اگر اونا حاضر بشه. ایران هم حاضر، خب ایران اگه با اوباما حاضر نشد الان که دوران اوباما مسئله عمده برای آمریکا، مسئله عمده برای آمریکا برنامه اتمی ایران بود، درسته، ولی ایران که میدونست آقای اوباما تا قیامت اونجا نیست، میدونست که یه زمان محدودی هست، اگر بناس حل کنه باید الان حل کنه، و میتونستن وارد اونها مذاکرات موازی نکردن. یه سری مذاکرات کردن. شما فکر میکنید دلیل این که دولت آمریکا ایران رو دعوت کرد به مذاکرات سوریه چی بود؟ برای اینکه این مذاکرات شروع شد ولی با انتخابات تموم شد. نکته ای که من دارم میگم اینه که اگر آمریکا و ایران بتونن موافقت کنن که همون طوری که برنامه اتمی ایران رو بحث کردن
بگیر و بستون بود، این کار رو در رابطه با مسائل مسائل منطقه‌ای بکنن، هم ثبات سیاسی در منطقه به وجود خواهد آمد، هم بعض سیاسی و اقتصادی ایران هم بهتر خواهد شد. ولی من فعلا نمی‌بینم که آقای ترامپ حاضر بشه این کار رو انجام ظاهرا بقیه دوستانم اما و اگرها خیلی بیشتر از این بود که بشه فکر شدنی بشه. در یک مخمصه هستیم، از یه طرف من فکر کنم مثل دوران جنگ، خب تقریبا نخبگان جمهوری اسلامی متوجه شده بودن که این جنگ ادامه دادنش خسارتبار و بی‌معناست، ولی کسی نمیتونست مسئولیت پایان جنگ رو به عهده بگیره جز خود آقای خمینی. و شانس بزرگی که همه آوردن این بود که آقای خمینی به هر حال یک کمی قبل از درگذشتش این کار کرد و این مسئله تمام شد. مسئله مخالفت با اسرائیل، مخالفت با آمریکا به شکلی عجین شده با سیاست خارجی جمهوری اسلامی که کسی جز آقای خامنه ای که خودش این وضعیت رو به این شکل به وجود آورده نمیتونه روند رو عوض بکنه. و در این حال اینم آدمی است که خیلی من اجازه میخوام موضوع رو عوض کنم چون بحث داره میره به سال، یعنی زمان داره میره جلو، حالا بحثمونم با اون در حوزه سیاست داخلی شما اشاره به سال 76 کردید و حالا بعد دوستان رو داریم همینطور، اینکه الان بحث اقتصادی یه مقدار در اولویت بود ولی در 76 مطالبات متفاوت بود، ولی آقای روحانی اون مطالبات رو هم وارد کرد در دو سه هفته آخر کمپین و خیلی هم زنده کرد، چه بسا بشه گفت خیلی شدیدتر از سالهای گذشته، یعنی سطح نزاع سیاسی. میخوام اگر اجازه بدید یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که شما در 4 سال آینده، حالا میشه قطعا حد زد که آقای روحانی در اولین سخنرانیش سعی خواهد کرد که فضا رو آروم بکنه، به هر حال این کمپین بود گذشت، ولی اونها فراموش نخواهند کرد که در این دوره چه ها گفته شده. از نظر سیاسی یه مقدار صحبت بکنیم که 4 سال آینده رو چگونه میبینید؟ طوفانی و پرتلاطم؟ چیزی که آقای خلجی میگه دقیقاً اصل مطلبه. من فکر با سیاست داخلی میخوام پیوند بزنم. اصل مسئله اینه که چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی توی یه سری موارد توی باتلاق گیر کرده، در زمینه موشکی، در زمینه نوع رابطه با اسرائیل، نوع رابطه با عرب، در سیاست داخلی اینکه بالاخره قوه قضاییه باید مستقل باشه نباشه، نظارت استصوابی میخواد چیکار کنه، همین مجموع اینها، یعنی میخوام بگم مشکلات عادی نیست، در باتلاق گیر کرده. من معتقدم در 2 دهه گذشته اصلاح طلبان، اعتدالگرایان کلا در این 20 سال دو تا دستاورد داشتند، دو تا چیز داشتن میتونن بهش افتخار کنن. یکی قتل‌های زنجیره‌ای زمان آقای خاتمی تا جایی تونست پیش ببره که ماجرا رو متوقف کرد، دیگه از اون بعد قتل زنجیره‌ای نبود. و دوم آقای روحانی تونست برجام بره چه برسونه، یعنی در 2 جا سیستماتیک عوض کردن، بقیش الکی در در 4 سال آینده پیش بینی شما راجع به درگیری‌های سیاسی تصورم این هست که دولت آقای روحانی به صورت ساختاری میخواد این حل بکنه، به صورت ساختاری میخواد سپاه رو پادگان برگردونه، همین باعث میشه که بخش از مشکلات حل میشه. به صورت ساختاری میخواد یه چیزه، بحث توان هست فکر میکنم، میتونه فکر میکنم این که گفته که من سپاه ازشون حساب خواهم کشید با فشار میتونه، بله طبیعتا به چند درصد اقتصاد ایران دست سپاهه؟ این که حالا عدد دقیقی مشخص است، یه میگن 40%، یه میگن 50%، هیچ کس نمیدونه، اقتصاد زیرزمینی فاسد اردنبیل. ولی به هر حال میخوام بگم که اونی که منو دل خوش میکنه، نکته کلیدش امیدوار میکنه، اینی که او به صورت کلیدی نمیخواد دعوا بکنه فرمانده سپاه عوض کنید، به صورت ساختاری میخواد سپاه به پادگاران ها برونه و تو این زمینه شاید بتونه تو دوتاش هم موفق بشه، بزرگه دوتاش خواهد تونست. من فکر نمی کنم بتونه. ببینید این توهمه که ما فکر کنیم اقتصاد نئولیبرالی که الان همه بخش های ایران رو گرفته، هم جناح اصلاح طلب رو گرفته و هم سپاه پاسداران رو عمیقا گرفته، دنبال دموکراسی یا توأم با اون ما آزادی های سیاسی خواهیم داشت، پی این قضیه نیست. خصوصی سازی ها بیکار سازی ایجاد کرده، خصوصی سازی ها فجایعی مثل معدن شمال رو به وجود آورده. وقتی اون بدنه اعتراض میکنه به اینها سرکوب خواهد شد، وقتی اون بدنه خواست سیاسی مدافعان خودش رو در سطح دانشگاه، در سطح بیرون قدرت معرفی بکنه سرکوب خواهد شد. تنها جایی که سازش خواهد شد بین جناح‌ها خواهد بود. رو این آره ممکنه مذاکره کنن سازش کنن. جامیل شما چند جمله؟ من فکر میکنم امکان تغییر هست، ولی تغییرات خیلی کوچک و خیلی آرام. برای اینکه نظام جمهوری اسلامی اگر شما قانون اساسیش رو نگاه کنید و اگر برید نوشته ها و صحبت های کسایی که این قانون اساسی رو نوشتن،
یکی از مهمترین مسائلی که اینا مطرح کردن اینه که ما چطوری جلوی رئیس جمهوری رو بگیریم که ممکنه بخواد تغییرات اساسی تو جامعه به وجود بیاره. بنابراین اگر شما توقع دارید که جامعه ایران فردا عوض بشه، یه دموکراسی اسلامی در اونجا بیاد، این اتفاق نه بحث توقع نیست. ما داریم راجع به چالش هایی که در دولت ها، یعنی به نظر من یه سری تغییراتی میتونه آقای روحانی به وجود بیاره و باید به وجود بیاره. مثل چه؟ یکی دو مورد کوتاه در رابطه با مسئله باز کردن فضای سیاسی و راه رفتن به طرف آشتی ملی و در رابطه با آقای موسوی و آقای کروبی. اینها رو میتونه جناب جدا از مسئله آقای کروبی و موسوی که نمیدونم چون مبتنی بر مذاکرات پشت پرده است، اگر از یعنی اگر گذشته درس آموز باشه، درسی که میگیریم ازش اینه که رئیس جمهور در دوره دوم ضعیف‌تر از رئیس جمهور در دوره اول هست به دلایل مختلف. من فکر میکنم که از نظر اقتصادی ما در 4 سال آینده اگر حادثه غیر قابل پیش بینی نداشته باشیم در منطقه یا مثلا آقای خامنه ای از دنیا نرن، ما یک ثباتی خواهیم داشت به سمت یک بهبود تدریجی، ولی این ثبات و بهبود تدریجی به هیچ وجه در زمینه سیاسی یا فرهنگی قابل تضمین نیست. یعنی من هیچ بعید نمیدونم که وزیر ارشادی که این بار آقای روحانی بخواد بذاره سختگیری بیشتری بر مطبوعات بکنه و همینطور در دانشگاه ها و جای دیگه. بنابراین ممکن است این مدل دوچار تناقض میشه با حرف هایی که آقای روحانی در ببینید مثلا آقای روحانی خیلی مهم میزد، گفت من هر قولی که دادم یا عمل کردم یا نذاشتن عمل کنم. این حرفا همیشه میتونه بزنه، میگه من که گفتم میخوام بکنم ولی نگذاشتن بکنم. این حرف در حقیقت اون رو نجات میده. شما به صحبت اشاره به ایشون هم همین آقای خاتمی که در نهایت رسید به اینکه رئیس جمهور یک تدارکاتچی بیشتر نیست. صحبت فوت احتمالی آقای خامنه ای شد. یکی از حالا نگرانی هایی که بعضیا داشتن این بود که به هر حال غالب تحلیلگرا میگفتن که پیروز طبیعی این انتخابات کسی جز آقای روحانی نمیتونه باشه، ولی یه نظریه حالا بشه گفت توطئه اندیش اگر بتونیم بهش بگیم این بود که با توجه به اینکه احتمال به هر حال بحث جانشینی رهبری در سالهای آینده هست، چه بسا اون هسته سخت قدرت به هر قیمتی نخواد اجازه نده که آقای روحانی رئیس جمهور بشه. شما الان شده آقای روحانی به هر حال رئیس جمهور شده، رأی بیشتر هم آورده، اون رو چگونه میبینید؟ یعنی بحث جانشینی. من فکر میکنم که مسئله کمی توی رسانه ها سطح پایین شده. یعنی فکر میکنم توی تر مسئله رسانه مربوط به رهبری از موقعی که ما آقای رئیسی رو حد زدیم تا اتفاقاتی که الان داریم صحبت میکنیم، بخش بزرگی از اتفاقات پشت پرده رو که مطلع نیستیم و داریم از صورت معادلات حذف میکنیم. سوال آیا اینکه اساسا آقای خامنه ای قبل از مرگش میپذیره تجربه مثل منتظری تکرار بشه، کسی قائم مقام باشه؟ خب خیلی‌ها میگن نه. من فکر میکنم نه. سوال اینکه آیا اساسا قبل از مرگ آقای خامنه ای کسی جرأت داره؟ سوال در لحظه مرگ آقای خامنه ای آرایش سیاسی چطور هست؟ من فکر میکنم بالقوه در حال حاضر مسئله رهبری و انتخاب رهبری آینده جدا اون مقدار که در رسانه ها مطرح شده در پشت پرده قدرت، سوال من اینا نیست. سوال من چیزی آخری که خودتون گفتید، اینکه در لحظه فوت آقای خامنه ای اینکه رئیس جمهور چه کسی باشه، از کدوم جناح باشه، نمیدونم نگاهش به جامعه چه باشه، مهم هست یا نه؟ بدون تردید مهمه. بدون تردید. الان آقای روحانی هست. آقای روحانی اینه. الان به شانس اگر بزرگ مهمه اصلاح چرا مثلا اجازه دادن که آقای روحانی باشه؟ به هر حال جامیله، من این لغتی که شما استفاده کردید رو من خیلی باش موافق نیستم اجازه که اجازه دادن. من ملت رفتن رأی دادن و اون طرفا دست راست درست. جناح محافظه‌کار شکست خورد، نتونست این کارو بره. من در رابطه با مسئله آینده رهبری نمیتونم اظهار عقیده کنم و دلیل عمدش هم حرفی که شما زدید، اون کسایی که میدونن پشت پرده چه اتفاقی داره میفته حرف نمیزنن، اونایی که نمیدونن معذرت میخوام حرف خیلی زیاد میزنن. من اگه اجازه بدید حرفی نزنم. یعنی شما جز اون کسانی هستید که میدونید؟ نه، من جز کسایی هستم که من جز اون کسایی هستم که میدونم که نمیدونم. من هم جز اون کسایی هم که میدونم نمیدونم، ولی این هست که شخص رئیس جمهور تعیین کننده نخواهد بود در این مسئله. یک عامل خواهد بود در میان ده ها عامل و اون مجلس خبرگان، شورای امنیت، غیر خیلی قدرت های مذهبی گوناگون
تعیین کننده تر خواهند بود و لابد مطمئنن که اونها به رهبری رای خواهند داد که درسته. این بحث شورایی هم در هر صورت مطرح شده، شورایی شدن ولی فقیه، ولی من فکر میکنم واقعا در قرن 21 این پدیده رو باید هر آدم عاقلی بر علیهش مبارزه بکنه، چون ملتی که رای میده، ملتی که در صحنه جهانی وجود داره ولی نمیخواد، و این مسئله نکته اساسیه و متاسفانه اصلاح طلبان حکومتی این رو نخواهند. حالا ما در چارچوب قانون اساسی موجود طبیعتاً صحبت میکنیم. یک چیزی رو ما میدونیم، یعنی یک چیزی که میدونیم اینه که به اون خوبی و خوشی و سرعتی که سال 67 اتفاق افتاد، یعنی انتقال از، یعنی در هنوز 24 ساعت از درگذشت آقای خمینی نگذشته بود که جانشین او تعیین شد. اون دوره دوره بود که تازه جنگ تمام شده بود، حکومت انقدر به فساد شناخته نمی‌شد، تصمیم گیرندگان اصلی شاید به عدد انگشتان دست بودن، نهادهایی مثل سپاه پاسداران به این شکلی که الان هست، دستگاه‌های اطلاعاتی به این شکل وجود نداشت، و در نتیجه آقای رفسنجانی به عنوان یک فرد مقتدر و یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی میتونست یک شرایط رو به وجود ببره که مجلس خبرگان به هر حال در یک آرایش کاملا به ظاهر دموکراتیک بیان رأی بدن و مشروعیت آقای خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین در حقیقت تثبیت کنن. اما الان ما با وضعیتی مواجه هستیم که یک مسئله ولایت فقیه تو سطح جامعه، یک همین که خانم میزر گفتن، خیلی از مردم هیچ اعتقادی به مسئله ولایت فقیه ندارن، یک مسئله. دو اینکه نخبگان جمهوری اسلامی دیگه فرد نیستن، نهادهان، از شرکت‌های اقتصادی بگیرین، از خود سپاه بگیرین که در همه جا هست، و در خود سپاه چند دستگی هست تا در قوه قضاییه، همه جا شما می‌بینین که مراکز مختلف قدرت وجود داره. حالا اگر آقای خامنه‌ای فوت بکنه و طبق قانون اساسی اینها نتونن بلافاصله یک شخصی رو به عنوان جایگزین انتخاب کنن، باید یک شورای سه نفره تشکیل بدن. این شورای سه نفره یکیش رئیس جمهوره، یکیش رئیس قوه قضاییه است، و یکیش هم یکی از اعضای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحته. خب اگر فرض کنید که مثلا همین الان آقای خامنه‌ای فوت کنه، آقای روحانی بعد با آقای صادق لاریجانی بنشینه و یکی از اعضای شورای نگهبان که می‌دونیم طبیعتاً خیلی موزش در مونده، این سه نفر، اولا که شورای نگهبان نمیگه این چه مدت فقط میتونه باشه، یعنی محدودیت تاریخی براش نذاشته، تا به شورای تا مجلس زمانی که این مسئله حل بشه و ممکن هست که این مسئله طول بکشه، تا این زمان ما با یک شورای رهبری مواجه هستیم که سعی میکنه ثبات سیاسی رو در ایران تأمین بکنه به جای اینکه تصمیمای مهم بگیره. یعنی یک شورای نخواهد بود که بتونه مثلا در زمینه سیاست ایران در منطقه، سیاست‌های مهم کلیدی کشور تصمیم بگیره. یه جوری ما با به اصطلاح مشکل تصمیم گیری سیاسی مواجه خواهیم شد، بدونیم که بدونیم کی این داستان در واقع پرسش اینجاست که اگر حالا تو همون شورایی که شما اشاره کردید، اگر رئیس جمهور مثلا یکی مثل آقای رئیسی بود، این که فراموش کنیم حالا بحثی که راجع به اینکه آقای رئیسی قرار جانشین بشه نشه، اونا بحثی نیست، ولی اگر یه نفر مثل آقای رئیسی رئیس جمهور بود در همون شورای سه نفره، خب یک عضو شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، خب همش از یک لایه‌ای میومد که در این معناست که من اون بحث اجازه رو که گفتم حالا خیلی معنای چیز نداشت، یعنی معنای واقعی خود کلمه نه، ولی میدونیم که میشه یه اتفاقاتی بیفته، داستان 88 مثلا، یا چه میدونم هزار تا بازو داره حاکمیت که بتونه اعمال بکنه در بعضی جاها نظر خودش رو. آیا تمام اونها خونسا بود، امروز وارد عمل نشد و همینطور رأی طبیعی آقای روحانی اومد؟ آیا بحث جانشینی به هیچ وجه مسئله نبود، برخلاف اون چیزی که از سال 92 خب خیلی ها معتقد بودن که ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان مهمه به خاطر اینکه این بار ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی بحث انتخاب پیش بیاد؟ در این معنا پرسش رو مطرح کردم. من فکر می‌کنم که درست میگید شما. من فکر می‌کنم که
دغدغه اصلی این هستش که مرگ احتمالی آقای خامنه ای یه فرصت استثنایی رو در اختیار جامعه میذاره که یا بره به سمت یک دیکتاتوری سیاه، چون کسی بیاد و رهبر باشه اعتماد به نفس او رو نداره، یا مجبور رها کنه چه یا به سرکوب گسترده دست ببره، یا از این مقطع بپیچه به سمت دموکراسی و از بهتر بشه. مسئله انتخاب آقای روحانی این هستش که در واقع جامعه مدنی ایران، مردم ایران، احزاب ایران مثل کسایی که میرن یه پرچم میزنن توی بالای کوه، یه نماینده فعلا گذاشتن. آیا بهترین گزینه بود؟ نه، به شاید بهتر میتونسته پیدا کنیم، اما تنها گزینه ممکن بود. همین چیزی که شما میفهمید دقیقه، اما همین خود اختلاف بین کسی مثل لاریجانی و حسن روحانی درسته باعث تشتت میشه، اما بالقوه حباب تنفسه، خیلی ها میتونن لابلای این درگیری ها نفس بکشن، مانع سرکوب میشه. من فکر میکنم که تا الان جامعه ایران شانس آورده، یعنی حداقل این هستش که اگر آقای خامنه ای الان فوت بکنه، حداقل اینکه خیلی سریع نمیتونن پشت مجلس خبرگان همه چی رو ببندن، یه رهبر بذارن، آقای رئیسی رهبر، آقای علم الهدا رهبر، و ما تا به خودمون بیاد که شما ضد ولایت فقیه هستید و فضا رو ببندن، و همین در واقع این خاری که مردم ناخواسته ناخواسته در استخون، در چی میگن استخونی که لای زخم میذارن، کمک کننده جامعه مدنی ایرانه. از این 92 شاید یه مقدار یک مورد بود نمیشد تعمیمش داد، ولی الان سال 96 ما میتونیم به این نتیجه برسیم که آقای خامنه ای قاعده بازی رقابتی رو، رقابت محدود بین دو جناح، پذیرفته و دیگه نمیخواد اصلاح طلبا رو کاملا هول بده بیرون. آیا چون نتیجه خامنه‌ای میشه گرفت؟ آقای خامنه ای نشون داده در این 30 سال که خط قرمزش کجاست. برای آقای خامنه ای ثبات ایران در درجه اعلای اهمیت قرار داره. هر چیزی که ثبات سیاسی ایران رو تهدید بکنه، چه از داخل چه از خارج، براش خط قرمز به حساب میره. و دوم مسئله این هست که خط قرمز همه ایرانی‌ها باید باشه. نه، خب ما راجع به آقای خامنه ای داریم صحبت میکنیم به عنوان رهبر که اولویتاش چیه. طبیعتاً مردمی که رفتن رأی دادن یکی از مهمترین دلایل این بود. منتها درست همینو میخوام بگم که آقای خامنه در این انتخابات نشون داده میشه که انتخاب مردم با انتخاب آقای خامنه ای نمیتونه خیلی متفاوت باشه، چون اولویتاشون یکیه. یعنی اولویت آقای خامنه ای اینه که تصور کنه آقای خامنه ای اگر دو سال ثبات امنیت، دو اینکه وضعیت اقتصادی در شرایط بحرانی نباشه. ببینید آقای خامنه ای نمیخواد وقتی که فوت کنه مردم همونطوری که پشت سر رضا شاه در حقیقت خوشحالی میکردن خوشحالی کنن، بگن آقا این عامل بدبختی ما بود، این عامل هرج و مرج بود، خوب شد که مرد. نه، طبیعی است که آقای خامنه اگر فکر کنیم دو سال دیگه سه سال دیگه میخواد فوت کنه، میخواد ایران از نظر اقتصادی در حالت عادی باشه، بس در معرض تهدید خارجی نباشه. بنابراین کسی که میتونست این کار بکنه هیچ کس نبود جز آقای روحانی، و آقای رئیسی اگر میومد شاید اصلا مشکلات از به محض انتخاب ایشون شروع میشد. من فقط یک نکته، شما صحبت کردید از شرایط امروز ایران برای جانشینی، یه سری مطالب رو گفتید، من با تمام اون نکات ظریفی که شما گفتید موافقم، ولی جنبندیم یه جنبندی دیگه است. جنبندی من اینه که زمانی که آقای خمینی مرد، امکان این که هرج و مرج بشه تو ایران خیلی بیشتر بود تا امروز. در نظر بگیرید آقای منتظری رو انداختند، جمهوری اسلامی واقعاً اینستیتوشنالایز نشده بود، در صورتی که امروز شرایط خیلی بهتره. و من فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته، این پروسه خیلی آرام و خیلی تندی خواهد بود، برای اینکه اگر صبر بکنن شلوغ میشه. یعنی سریع مخصوصا سریع این انتخاب خواهند کرد. و به خاطر همینه میگم من که کسایی که میدونن صحبت نمیکنن، و من با تمام این تجزیه و تحلیلی که تو روزنامه های غربی میاد اسم یه سری آدم ها رو میگن به عنوان کسایی که امکان داره جانشین بشن، من فکر میکنم تمام اینها بی‌معنی است. و اون کسایی که واقعا پشت پرده یه گروه های مختلف دارن به اصطلاح جلو میبرن، اسمی از اونها نمیاد. بسیار ممنون خانم. من فکر میکنم آقای خامنه ای خیلی با برنامه جلو میره. بعضی از صحبت های آقای خراجی درسته، ولی اصولا با برنامه پیش میره، و نگرانیش هم اون چنان از روحانی نیست. به نظر من برخی از بحث هایی که مطرح شد قبل از این انتخابات دقیقاً برای تشویق مردم برای رفتن به صندوق رای بود، و میدونه در دراز مدت یک دست های امنیه، اگه بخواید سیستم آقای روحانی دست های امنیه،
نگرانی شاید بیشتر بود از رئیسی، به دلایل اینی که به یکی از دلایلش برای اینکه ثبات میخواد، ولی دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. و نرمش های عجیب و غریبی داره جمهوری اسلامی و رهبرانش، وقتی که ما میدونیم که اینها از ایران گیت رفتن تا برجام تا ادعای این که همچنان مبارزه با استقرار جهانی میکنن. و دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، 4 سال دیگه یه انتخابات ریاست جمهوری هست. اون موقع آقای روحانی یک رئیس جمهور موفقی خواهد بود که دست رو هر کی بذاره یا از هر کی حمایت بکنه ملت برن بهش رأی بدن، یا نه مثل آقای خاتمی دولت رو مثلا تحویل یک کسی دیگری خواهد داد؟ من فکر میکنم اگرم ایشون موفق بشه، تعیین کننده این که کی رئیس جمهور بعدی خواهد بود نخواهد بود. من فکر میکنم شاید موفقیت زیادی به دست خواهد آورد اما محبوب نخواهد بود. ساختار اجرایی ایران اینه که رئیس جمهوری بعد از 8 سال کلی بدهکاره، زمینه که من تصور میکنم که در مجموع آقای روحانی به بخش بزرگی از وعده‌هاش هم نمیتونه عمل بکنه. نخواهد. اگر بتونه اقتصاد رو تمیزتر کنه نه فکر میکنید خواهد تونست یا نه؟ من فکر نمیکنم. نه، یعنی رئیس جمهور محبوبی در نتیجه رئیس جمهور محبوبی نخواهد بود. و این دوره‌ای که ما دیدیم که اصلاح طلبا میان بعد دوباره محافظه‌کارا میان دوباره میان، جلوی چشممونه. آقای خرج شما انشالله خوشبین باشید دوستان. ببینید اگه موفقیت آقای روحانی به این هست که از هر گونه سیاست پوپولیستی و توده‌گرا در اقتصاد پرهیز کنه، و میدونید که اگر بخواد این کارو بکنه دقیقاً مردم رو ناراحت میکنه، یعنی مردم دوست دارن که اون سیاست‌های پوپولیستی ادامه پیدا بکنه یا اجرا بشه. اگر بخواد درست مالیات بگیره، اگر بخواد درست اگر نریم و بنابراین یا موفق نخواهد یا موفق نخواهد بود به دلیل اینکه از نظر اقتصادی نمیتونه اون کارا رو بکنه، یا اگر حتی از نظر اقتصادی موفق بشه به دلیل وضعیتی که بر مردم تحمیل میشه، یعنی وضع مردم لزوماً خیلی بهتر نمیشه، آدم محبوب نخواهد. یعنی همه معتقدن که هم دوستان که خیلی من سعی کردم اگر بگم که منفیش بیان نشه باید. یعنی همون سرنوشت در واقع همون سرنوشتی که رؤسای جمهور گذشته به نوعی بهش دوچار شدن. بسیار بسیار متشکرم از هر 4 مهمان برنامه و سپاسگزارم از شما که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. برنامه ما روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس هست و همینطور راه ساده تر شاید مراجعه به صفحه فیسبوک ما باشه، facebook.com/صفحه2. برنامه برای مدت طولانی اونجا هست و اگر تمایلی باشه میتونید مراجعه کنید و مجددا ببینید. نظر و پیشنهادی هم اگر دارید باز روی صفحه فیسبوک ما میتونید با ما در میون بذارید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش. متشکرم.